پندارها و گفتارها، شمعی از جهان آموزش‌ها بر بنیاد سیر اندیشه، گفتمان‌های پیرامون جهانبینی‌ها، تئوریک، تاریخی، سیاسی و روشنگرانه. گرداننده احمد شاه راستا، لس آنجلس، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا. با زبان ساده، پول کارساز است که مپرس. پول حاکم جهان است، هر گریهی را می گشاید، هر دردی را درمان می کند، هر کمبودی را جبران کرده و هر ناممکنی را ممکن می سازد. پول عشق است، پول معشوق است، پول مراد است، پول مرد، پول مردی، پول شجاعت و پول غیرت است، پول دینداری و کرامت است، پول عقل و فراست است، پول دانش و حکمت است، پول صفت و شرافت است، پول جمال و ثبات و طاقت است و بالاخره پول امروزه میزان آدمیت است. پول، پول، پول. بیننده های عزیز، درود بر شما. ای بود یکی از پاراگراف های که از متن یک نوشته بسیار جالب از جناب احد ترکمنی داریم به نام پول. و امروز مهمان ما آقای ترکمنی هستند. ترکمنی محترم، اگر تشریف دارین بفرمایید. بله ترکمنی صاحب، باشین که من ترکمنی صاحب فکر کنم که دعوت باید بکنم که بیاید. منتظر هستیم که ترکمنی صاحب در لاین بیان و در این حال ببینیم که جناب ترکمنی سلام. سلام علیکم. خوش هستیم که شما را داریم. من نمیفهم که شنیدین، ما یک بدون اجازه شما یک بخش از پاراگراف نوشته بسیار جالب شما را در مورد پول خواندم بر بیننده ها. مهربانی کردین. و امروز فکر میکنم که متن صحبت ما هم در امی مورد است، یعنی در مورد پول. و شما یک نوشته بسیار جالب در پندارها و گفتارها گذاشتین. سوال ما ایست که از تاریخچه پول مختصر اگر شروع کنین، اونجا یک تذکر هم دادین که از تبادله جنس به جنس شروع شده و چگونه باز پیش آمده، و مختصر از تاریخچه و ای که نظر یک از اقتصاددان های بسیار بسیار معاصر هم در اون مورد شما گفتین شروع میکنیم. باز بعد از سوال ها را در عین صحبت اگر سوال داشتیم مطرح میکنیم. و بله بسیار ممنون، بسیار ممنون از این که توجه کردین و با مطلب پرداختین. هدف روشنگری در عصر ما باید چند تا پدیده باشه که توجهش به تغییر اخلاق اجتماعی باشه. و این تغییر اخلاق اجتماعی هم با رشد کرکتر فردی امکان داره، هم با رشد کرکتر اجتماعی و هم با رشد کرکتر سیاسی یک کشور. از این جهت ما این نوشته را به این دلیل در صفحه پندارها گفتم. بله. و ما گذاشتم که ما این درب آگاهی را باز کنیم. از یک سو چنانچه شما شاهد هستید، ما در هر قدر ویدیویی که امروز شما داشتیم به دو نکته توجه داشتیم، یا راجع به نقش بین الدولی به طرف افغانستان و دیگر نقش خود مردم که سرشت انسان ها است به این هم بود. ما یک پیشگفتار را میخوایم امی شعر بسیار معروف به حضورتان نقل کنم که میگه که با کاروبار جهان غیر یک نظر نکنند،
حبابوار کسی را که دیده بیناست. و باز ادامه از او بیت دیگه است که دماغ بر فلک و دل زیر پای بوتان، ز ما چی می طلبی؟ دل کجا دماغ کجاست؟ اینا رو ببینین ای چرا ای بیت شعر ما باز اینجا آوردم، به این دلیل که فکر میکنم اگر انسان توجهش، نیتش و توجهش به یک طرف باشه، تمام عمر به اون طرف میره. تمام تا زمانی که امو اراده و نیت داره و تا زمانی که به نیت خود توجه داره به اون طرف میره. ما باعث انسان توجه ما در شروع زندگی به چیست؟ بله. وقتی که ما مثلا شروع زندگی، ما او لحظات را میگم که ما مثلا تحصیل خود تمام کردیم در افغانستان، مثلا باز مکلفیت تسکری را تمام میکرد، یک آدم تمام شده بود و او زندگی را آغاز میکرد، ازدواج میکرد و مراحل هم میپرد تا پس پیری، و او روز که فوت میکرد را کار نیمه تمام از پشتش میموند. انسان به هدف کدام هدف حرکت میکنم؟ میبینید که ما همه هدف را که به صورت افراد عام انتخاب میکنیم به موسو میره. پدیده پول اگر ما بخواییم که به عنوان یک ماهیت و یک پدیده بسیار مفید در زندگی انسان ارزیابی بکنیم، این یک بخش بلکل جدا از اینمی گفتگوی ما شماست. ما هم اقدر دانش اقتصادی ندارم، اقدر دانش مالی و پول ندارم، نه از لحاظ تاریخی نه از لحاظ رشته خاص، لذا این را مگذاریم که اگر جابکت پیدایش و انکشاف و یک اقتصاددان پیدا کنیم، یکیله. ولی ما از لحاظ تاریخی نقش پول ارزشش گرفتیم. درست است ما بسیار تعریف بسیار جامع امروز داریم، چی از دانشمندهای قدیم که در راست از اونا فکر میکنم بالاتر از مارکس که کسی نیست، گرچه آدم سمیت نمی تر راه امی اقتصاد فعلی جهان است، ولی این رابطی از انسانی از اون را بهترین میشه. امی کارل مارکس گفته که تا دوست عزیز ما در پایان امی نوشتم در گفتارها و پندارها او را مانده که عشق با فاس، هرچی که حساب کنین امروز پول 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 و ثروت است که او را میخوازه. چرا؟ توجه انسان به پول شده. بله. و این نه و نیست، توجه انسان به پول حتی میبینیم که در زمان مارکس هم است، در او عصری که قرن 19 است دیگر، قرن 19 و اوائل 20 و در این نوشته ما گفتیم که در قرن 19، در اوائل قرن 19 یک حرکت پیدا شد. بخاطر چی؟ که تا او وقت ما حرکت منظم از طرف ثروتمندا به نظر نمی رسه به او شکلی که اینا در سراسر جهان متحد شوند و یک نقشه و یک پلان را ترک بکنن که اساس از او با پول باشه و ثروت، ولی جهان اید. این در قرن 19 پدید آمد و چنانچه میبینیم اونم تو را با افکار و فلسفه های در مورد اقتصاد جامعه و مسائل جدیدی که طرح شده بود در اروپا و نتیجهش برآوردن افکار سیاسی مختلف بود که یکی از اونا هم افکار سوسیالیستی بود. با هم حال نقش پول از این جهت ارزش داره که ما میبینیم در افغانستان و در سراسر جهان یک جنگ به پایان بین انسان ها بر از محور امی پول برا انداخته شد و این محور اونمو کسای در دست دارن که از قرن 19 به این طرف یک نقشه سیاسی بر جهان وضع و عملی کردن و امروز کشورهای جهان لشکرها امو نقشه را دنبال میکنن. این از این جهت ما این دنبال که آدم بکنه میرسه به یک جایی که این نقش چی وقت بسیار سازنده شد و تانست که طبقه ثروتمند در رأس امور جهان و شکل نیمه رسمی قرار بده.
یعنی کل نوشته به می ترس از اون جهت ما اولش با پول شروع کردیم. در اونجا ببینید در این نوشته ما یک مثال آوردیم که شاید دوستای عزیز بخواهم که از لحاظ تاریخی او را تحقیق بکنن یا بخواهم که امیر رد یا تایید بکنن. و او ایست که چنانچه ما میدانیم وقتی که امیر دوست محمد خان از بین میره، بین اولادش دعوای جانشینی با او سوی میرسه که از یک طرف پیش از این که به امیر دوست محمد خان برین، بله، بسیار نکات جالب ما دمی صحبت شما در رابطه تا با تاریخ مختصر و معجز و فشرده در چند جمله شما، بله، در متن نوشته شما، بله، یافتم که امو باید برای بیننده و با کسی که ما را گوش میکنه و یا با کسی که در این رابطه پژوهش و تحقیق میکنه یا حداقل سوال برش مطرح میشه او را باید توجه کنه. در اوج شما تذکر دادین که اقتصاد جهان در طی دوره بیش از 30 قرن، یعنی تا قرن 19 میلادی، یعنی از قرن 19 میلادی که او طرف 30 قرن برن، بله، یا رشد بسیار بسیار ترتلوار یا سنگ پشتوار یا ضعیف داشته و یا ای که هیچ رشد نداشته، بله، و کدام گراف بسیار فوق‌العاده که توجه انسان جلب بکنه، بله، وقتی که تا قرن 19 میگیم یعنی تا اول قرن 19 دقیقت شما، بله، بله، ما میفهم قرن 18 است چرا باز با قرن 18 است، بله، بیشتر در بحث گذاشتان گفته، بله، 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 و گفتیم که در اونجا بسیار جانانه گفتیم که اقتصاد بشریت و پروسه رشد پول، بله، سیر زیگزاگ بسیار بسیار سلو و غیر سریع، یعنی کنده پیشروی داشته، بله، 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 و بسیار شکل نوسانی بوده، یعنی متوازن هم نبوده، بسیار ممکن. و باز بعد از او توضیح میکنین که از قرن 18 پس از انقلاب صنعتی، و اگر به خاطر داشته باشین در برنامه قبلی ما پیشین ما هم ما در مورد انقلاب صنعتی گپ زدیم، در مورد دستیافتن بشریت به ریزورس های طبیعی و خصوص به یکی از المنت ها یا عناصر ازی که عبارت از انرژی بود، بله، هم انرژی بسیار بسیار سافیستیکیتد، یعنی فوق العاده، بله، عالی، که عبارت از نفت است، یعنی سابق چوب استفاده میکرد، از زغال سنگ استفاده با نفت استفاده کمی نفت طلای سیام میگرد. از اون زمان همزمان با دستیابی انسان با انرژی نفت و انقلاب صنعتی، ماشین چاپ، تسخیر ابهار و حرکت کشتی ها از انرژی زغال سنگ و نفت، خواهی بسیار طولانی میشه، من نمیخوایم که، بله، 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 اینجا بود که خیلی، هم خیلی پول، هم پول و هم اقتصاد دنیا از امون زمان یک رشد راکت شکل، راکت به شکل، بله، بله، رشد میکنه و پیش میره. و در اونجا از یک کسی به نام یاد کردیم که در یو سی دیویس که در نزدیکی های ماست، در یونیورسیتی، بله، 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 باشین که اگر ما بتانم بازم شما، اگر اجازه تان باشم کتابشم در جریان صحبت های شما مندازم، که در اونجا اونو آدم یکی از کسایی است که تئوری های مشخص در رابطه با رشد اقتصاد جهانی میتا و میگه که دیگه سرنوشت بشریت چنج میشه و پول نقش بالاتر از خدایان، بالاتر از ادیان، بالاتر از اعتقادها، بالاتر از ایدئولوژی ها را میگیره و همه امی چیزهایی را که گفتم در خدمت پول قرار میگیره. همه ترکیل بود، فکر میکنم که ما همون بارم بسیار جالب، بسیار ممنون که مرا از رفتن روی پل سراب نجات دادین و آوردین به اصل میکنم. ما راستیش در این مسائل افغانستان آدم بسیار احتیاط کنه، ظرافت هاست، یعنی ما همی چیز هم انداختیم به ایدیان تیتان، بله، بله، عکس شما میتونه صحبت تان ادامه بدین، ما فقط همی گریگوری این گفتار رو سپیکر رو خواهد
نه 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 شما صحبت تانا بکنیم. نه فهمید من شما نمیشنوین؟ من میشنوم. اینا لگه گم شد. خب ببخشید خیلی تاثیر از اون عکسی که من داخته بودم. کدام چیز روشن کرد. خب اما بسیار معقول اشاره بسیار بجا. بله. چرا پیش از او اقتصاد جهان میبینیم که در او کتاب تصویر میکنه گریگوری کلارک که اقتصاد جهان به شکل موازی امرایش چارت پیش میدفتن تو نورمال گفته شما ترتروار بسیار کم نوسان میکن در چارت میگه از یک تا دوازده اگر حساب کنیم اونمو رشد اقتصادی جهان در ظرف 30 قرن از خانه یک بالا نمیرفت و این دلیلشی بود که توجه مردم دیگه با پول به این حد نبود بله. مردم معیارها و ارزشهای دیگه داشتن از او جهت پول یک ضرورت بسیار ضروری بسیار دائمی انسان هاست پول تا که یاد آدم بله. وجود داشته سکه بوده یا هر چیزی که بوده معامله جنس به جنس بوده که بارتر میگنشد که با سطح کشورها ادامه یافت ولی او ارزش خواهد ولی توجه 100% آدم ها به اون طرف نبود ارزش های دیگه داشت انسان ها مثلا به خاطر خلوص به خاطر ایمان به خاطر آخرت به خاطر بهشت به خاطر اجتناب از گناه به خاطر سنت ها به خاطر سنت ها ببینید به خاطر اخلاق اجتماعی تمام ارزش ها در اینمی قرار داشت که در معامله پول احتیاط کو که یک گناه هم امرایش هست بله. یعنی از او حد که ضرورت داری بیشتر حتی در دستاتیر احکام پیامبرا مسلحین هر انسان و فیلسوفی که میخواه برای بشریت رای نجات نشان بتره اینمیست که توجهتان بسیار زیاد به مال دنیا نگید بله خب اینمی توجه در قرن 18 آهسته آهسته به طرف ثروت چرا زیاد شد؟ به خاطر از اینکه سطح زندگی یک عده مردم در اونجا بعد از این انقلاب صنعتی در ظرف سالها البته چند دهه طول کشید تا که در اوایل قرن 19 که میرسه میبینیم که در اقتصاد بلکل یک طبقه نو با وجود آورد در اروپا که او طبقه بله. متوسطه است بله خب ای در زندگی اجتماعی آدم ها پیش از او چی در اروپا چی در آسیا ما در کشور خود حتی در زمان عمر خود ما شاهد هستم ما که کودک بودیم ثروتمند در شهر چند تا بود سایر مردم بسیار همی زندگی نرمال داشت سر بایسکل خود مامورین در کار میرفت مردم پیاده به شهر میرفت سرکا جاده ها پر از پیاده رو بود یگان گادی یگان اون تا موتر در نوجوانی ما بود ولی حال میبینید در ظرف 70 سال عمر ما یک دم به آسمان خیز میزنه این گراف ما خیز زده دیگه دنیای اروپا را خوب بمانید در اون وقت جامعه اروپایی مثلا ما وقتی که تاریخ انقلاب فکری را در اروپا میبینیم انقلاب اجتماعی را در قرن 19 طبقه متوسط یک طبقه بسیار تعیین کننده در جامعه اروپایی میشه اینا مردم هاییست که در واقع از طبقات پایینی در اثر پیدا شدن کار و پیدا شدن ثروت مازاد و تولید مازاد اینا بازار کار داره و کارگر کار داره و کارفرما کار داره و کلش اینمی طبقه متوسط می ساخت و اینا با طبقات بالایی مثلا اربابایشان بود با اونا سر و کار داشت اونا زندگی اجتماعی بلکل جدا داشت لباسشان فرق داشت اخلاقشان فرق داشت خوشبششان فرق داشت سلیقهشان فرق داشت هر چیزشان فرق داشت شناخته میشه که اینا طبقات اجتماعی بالاست یا ثروتمند است یا خانواده های اشرافی است به این شکل حتی لباس اخلاق طرز گفتار طرز سلیقه و ذائقه و همه چیزی طبقات با هم فرق میشد احساس میشد در جامعه که را میرفتن دیده میشد طبقه متوسط مثلا
کسایی بود که گفتیم از طبقات پایین آمد، مثلا در زندگی طبقات اشراف در خانه هایش مثلا پیانو بود، مثلا در خانه هایش خدمه ها بود، زن ها بود، دایه ها بود، آشپز ها بود، کسایی بود که اسپتا و بالا بکرد، یک خدمه داشت و اینا مجبور بودن در خانه ها اشراف لباس های عالی شیکتر بپوشن. این لباس آهسته آهسته در طبقه متوسط اهمیت پیدا کرد، چون ما میبینیم در تصاویری که از قرن 19 اوایل قرن 19 جامعه اروپایی داریم، ما میبینیم که یک لباس در بازار مردم که را میرست از پوشیدن لباس، از شکل کلاه، از اینا خود شناخته میشه. آهسته آهسته بفرم یاد ما آیست آیست گفتین که فراموشتان نشه که بعد از این چی میگفتین جمله بعدیتان مرا دیگه okay. باید که امروز یک گستاخی کده کده شما خوب میکنیم. خب در رابطه با این مسئله ما میخواییم ذکر کنم که در نوشته شما ذکر کردین و گفتین که از قرن 19 و بعد امی گراف یا میار رشد اقتصاد جهان به شکل سرسام‌آور، به شکل انقلابی به اصطلاح و پیش میره و در مدت بسیار کمتر از یک قرن بیشتر از امی 3000 سالی که گذشته از تاریخ عمر بشریت، از این که بیشتر رشد میکنه که در او قرن اگر ما بگیریم در می قرنای 30 قرنی که گفتین که 25% بوده باشه، این مضاعف شده دو چند شده بعد از سال قرن 18 یا سال 19 بسیار از چارت بیرون و شما این را هم توضیح کردین که امی مفهوم یا معنی گراف در کتاب آقای گریگوری که استاد یونیورسیتی و مسئول یونیورسیتی دیویس است در نوردر کالیفرنیا و مو وقت هید دپارتمنت بوده. بله آمر دپارتمنت گفتین که انقلاب صنعتی که پیشتر ما تشریح کردیم که دسترسی بشریت به انرژی، به ریزورس ها، به معادن، به همه چیز دبر داره، امی انقلاب اتو نیست که همه جهان ثروتمند ساخته باشه. این نکته بسیار جالب است، یعنی به می اندازه که یک تعداد از کشورهای جهان و یک طبقه خاص در کشورهای جهان فوق‌العاده ثروتمند شدن، به امو تناسب در نقطه مقابلش کشورهای فقیر و عقب مانده، فقیرتر و بیچارتر و مظلومتر و شرایط زندگی بدتر شده. ما گفت ما ختم نشده ترکمنی صاحب. نقطه تا نیافته ما این گپا را که میگم به حساب گپای شما میگم، به حساب گپای خود نمیگم. امیر را میخواییم بگویم که بسیار جالب است که این را بخواهم همگی و چیز دیگه ایره که اونجا بسیار جانانه توضیح ای یادتان نره این گپا که من گفتم که یکی امو بعد امو جای خود هست هم میفهمم انقطاب طبقاتی اگر بگویم میشه در کلی جهان چگونه بوده، این کشورهای ثروتمند که چند تا معدود و سایر کشورهای فقیر در اقصای جهان. یکی ایگه با دیگه ای که چیز دیگه مشخصه که در این نوشته شما بر اساس امی تحقیقات گریگوری بسیار ذکر شده و بسیار برجسته است و عبارت از ایست که از او به بعد کشورهای صنعتی جهان را به اوزه منافع طبقاتی یا منافع خود تقسیم میکنه، ساده تر بگویم. و وقتی که ما کشور میگیم، هدف ما از کشور امریکا همی 400 میلیون نیست، خود اینجا یک طبقه خاص است که در برنامه پیشتر گفتیم که او عبارت از امو یک گروه مثلا 400 فامیلی است که 50% سرات یک فیصد بله یا کمیته 300 یا گفای دیگه که داره از لحاظ نفوس از لحاظ جمعیت امریکا مثلا یا جهان 1% میگنم حتی همی 1% هم نمیشه. خب به هر حال اینی گروه است که جهان تقسیم کردن با... یعنی نتیجه انقلاب صنعتی و رشد سرسام‌آور پول و اقتصاد یکی از نتایجش ای بود که گفتیم انقلاب بین دنیا کشورها با وجود آورد. دوم ای که امی دنیا را یا به حوزه منافع خود تقسیم کردن و از مسئله سیومه که در اینجا من دیدم که بسیار زیاد مهم است که شما یاد کردین ایست که انسان و حتی به می زبانم گفتین که آدمیزاد یا انسان از طبیعت برید و
فرمانروایی تازه پیدا کرد که عبارت از ماشین، سرمایه و پول بود که با نیازمندی های بی پایانش به هر دو با پای خود به غلامی رفت به اصطلاح. اما بفهمه این همه قدر نمی خواستم همیگه تذکر بتم در رابطه با میگه پایتون که همی گفتمان ما ایر داره کمپلیت شوه. خیلی خوب. یه تون از راستان سیب که وقتی که من این نمی نوشتن اکادیم یا بخش اولش هست که شما توجه تا نگرفتین، این گویا مقدمه تمام بخش هاییست که بعد از این 11 بخش هست. بله بله بله. بخش های آنده طولانی تر از ایست، ولی در واقع فشرده 11 بخش دیگه است. بله بله. و این می مطلب پرسش و توجه شما را در بر میگیرم. ما مثلا چرا با جامعه و پیدا شدن طبقه و لباس و شهر و وضعیت مردم اشاره کردم؟ برازی که اول ما گفتم که اخلاق مردم، نیت و توجه زندگی از لحاظ روانشناسی، بله، نیت و توجه، این دو چیز بسیار ارزش داره. شما همین نیتتان چیست و توجه روزانه‌تان چیست؟ اینمی کردارتان می‌سازد. بله. گفتارتان به می اساس شکل می‌گیرد. نیت و توجهتان دو چیز مهمتان. بنابراین دمو می‌بینیم گفتم دو سی قرن دیگه نیت و توجه مردم دیگه ارزش ها بود. یکی یکی حسابش اگر کنیم خودش کتاب کلان است. ولی بعد از اون نیت متوجه مردم به دیگه چیز شد که پول است و اینمی بود که مردم با پای خودش که شما اشاره کردید با غلامی بود. این غلامی در تای چند قرن امروز غلامی سراسری جهان است. بله. هر کی معاش و مزد و پاداش میگیرم غلام است. بله. و در این کتگوری چقدر میلیارد نفوس انسان ها بیچاره و درمانده مبتلا است. کلش به حساب اگر از لحاظ طبقاتی و توزیع منافع و از این حساب ببینیم کلش غلام یک ایده بسیار انگشتشمار است. صحبت گذشته شما اشاره کردین که کل از یاره که ببینی یک تعداد کمپانی های معدود است و صاحب های از یا بالاخره یک چند صد نفر و چند خانه و آدمش و اینا در دیان پر است. شما اخلاق مردم چرا توجهشان از ارزش‌هایی که قصیقا ارزش‌های انسانی را تشکیل می‌دهد چرا این سو آمد؟ برزی که دمی بحث ما که دمی نوشتای ما، من خود نوشتا را میمانم دوستا اگر توجه کرد بازم اون 11 بخش بخونم. داخل از یا به یک موضوع بسیار جنجالی امروزه در بحث‌های سیاسی و تاریخی، یک موضوع بسیار جنجالی است، یک پروتکل هم ازش ذکر کردیم، حال نامش هم نمیگیرم، در آخر بحث است که در او مثلا در قرن 18 توضیح شده، در قرن 18 اسناد ازی هست که از قرن 18 یک سند پیدا شده، توضیح شده چطور میتونین اخلاق مردم، اخلاق جامعه را، اخلاق کارگزارای دولت اینا را تغییر بدین به نفع سرمایه. کار شده. شما که اشاره میکنید که انسان خدا و طبیعت بود و خدا بود و خلقت بود و مذهب بود و ایمان بود و رستگاری بود و آخرت بود و اینا بود، این ارزش ها امروز همه قدر در مقابل پول ناچیز است. اصلا در خدمت پول است. اصلا همه قدر ناچیز است. نه، حتی در قلبتان، در قلب فرد که هیچ با جامعه سیاسی و اقتصادی هم ارتباط نداره، فرد بله چوپان در که امروز دلش با پول می‌تواند چی رسه با آدم شهری، چی رسه با آدم خان، به چی رسه؟ چرا؟ انسان سابق مثلا یک آدم به خاطر زاد خود بسیار محبوب بود، یک آدم به تقوای خود، یک آدم به عدالت خود، چنانچه ما داریم حاتم طایی به سخاوت خود معروف بود، از پادشاه‌ها برده بود در سخاوت خود. چرا؟ یک اخلاق بود. مردم تو ارزش ها داشته، امروز یه ارزش ها در بین انسان ها نیست. ما دمو که دمی بحث های خود آخری همی اشاره کردیم که تو اگه شد بسیار توضیح بسیار جانانه است، میگن این سند جلیس ولی باید بخونه اگه جلیس یا اقیقیس، این خوب همی نشان میده که اخلاق انسان چطور از سی قرن یک طرف بود، دو قرن سه قرن آخر بیخی یک سونه دیگر. بله. ای
ایره اینا را چی میگایم؟ ما اگر بسیار برم خود نوشتایم برم بازم اونجا درایم. بله. چیزایی را که ما اونجا گفتیم ببینین یا خواهید تو نیست که ما یک روز ششتیم چرت زدیم یا را. باورتان میگه ما خونه در خوردیم. 5-6 سال 7 سال مطالعه است. این قدر این دوسیه های این میاله که سعی میکنم دوسیه های کونه و اونجا افتیده ایران هستیم. امروز از وقت چی میبینم دقیق میگن بله بله و ای خو نتیجه ازی است که ما خو اینمی جز اول بخش اول که نوشته کردیم افکار ما در مورو شب و روز در سال 2008 نشب شد بله در نو ولی افکار ما در مورو شب و روز همی بوده ما باعث یک انسان دردمند یک افغان مهاجر بیچاری که دولت و کشور ما با دست کرزای و حرامزاده های دیگه افتیده ما ببخشین ملاقه زبان ما را ببخشین زبان ما را ولی اینا خوب با می حرامزادگی اینا خورده رو ایستن تا همم روز ما این را مثلا به عبارات ساده میگفتیم در چشم آدم خاک میزنن از برای خدا در چشم آدم خاک میزنن نمیزنن بله بله تو سابق مثلا یک مداری در چشم تک خاک میزد امروز آدم نکتایی هم زده فاکولتا هم خونده سند هم دارد نبریک هم تحصیل کرده دکتوران هم سند داره عطر هم بوتل های عطر استفاده کرده که تو دعای دو نمیافی و اونمو نمو در چشم خاک میزد آدم یک بنام که مثلا اوباما محبوب چکه آدم از در جهان بله ولی امروز اگر شما در عمق شناخت همه در افراد و چهره ها و همی توقعات برین امروز اوباما از بدکارترین رئیس جمهورهای امریکا شناختان شد بله. چرا اخلاق ببینیم مهمترین رکن است ارزش ها انسان که تغییر کرد نیت انسان که تغییر کرد توجهش که تغییر کرد زمانه تغییر میکنه اجتماع تغییر میکنه بله بله. اینال شما مرا از ما مشخص بگیرید. ما ایرا از لحاظ رشد طبقاتی ایرا بخوایم بخوانم برای شما. از لحاظ رشد انسان بخوانم برای شما. از لحاظ چی همه مسائل در بر بگیره. شما مشخص برای ما بگیرید. ما خود اگر خود مرا توجه خود ما به او به او طرف بگردان ما میخوایم برم در قرن اول قرن 20 و همی سیر از اونجا تعقیب کنم با یک زبان ساده بله ولی شهود و مطالب و نکاتی که قابل توجه و تحقیق است به دوستان میتونم این یک چیز نیست که ما خان میفهمم و دیگه نمیفهمم این یک دانش است که کل انسان ها میفهمن بسیاری آدم ها اقرارش بله ما مثلا داد از آزادی میزنیم ولی ما که خود ما هیچ گونه آزادی نداریم میره اقرار نمی کنیم بله خوش داریم یک بیرق بلند کنیم بلند داد بزنیم ما آزاد هستیم ولی زندگی ما به عنوان یک فرد اینقدر بندوار است بله. که برای ما تفکر در مورد آزادی را هیچ نمیدارم بله میدانش هم این حال شما راستاس لطف کنین ما را باز از پل صلات نجات بدین خواهش میکنم و مشخص باز یک سوال دیگه تمام اگر یافتیم بر که ما از بس دور نرم بله جناب ترکمنی سر ما آمدیم در صحبت شما بسیار جالب از ایجاد پول تبادله جنس به جنس که باز چگونه ای به پول تبدیل میشه و بالاخره تا یک به اصطلاح خیز زدیم در قرن 18 و در سالهای در قرن 18 بله سالهای 1900 و ایگپا و بالاخره تا اینی سرحد آمدیم شما یک پیشتر در صحبت تانو ما قطع کردم ما میخواییم پس شما رو ببرم در اون جایی صحبتی در اون لباس پوش های تقییر لباس جامعه اروپایی که اینال امی یک چیزی که ثابت شد که قرن 19 20 و با مشخص نمی قرن از 18 اگر شروع کنیم آخر 19 و 20 کامل خدایان پول بر بشریت حکم روایی میکند تمام مذهب ها تمام خدایان تمام امامان و حتی پیامبران در خدمت امی پول است و توسط امی پول منیجمنت میشه این که گذشته شد اگر ما با اعتقادات مردم کار نداریم اما ما سر قرن 19 و 20 میگیم یعنی پول حکم روایی میکند در تمام دنیا و توضیح هم کردیم که پول است که جهان
خودبندی میشه، پول است که جنگ ها شروع میشه، تضاد پول است که تضاد ها وجود می آید، پول است که انفجار ها صورت میگیره، پول است که انسان ها هم دیگه خود میکشه. و به اصطلاح بسیار جانانه شما گفتین که پول است که اون تو شخصیت ها در چشم ما خاک میزنه. بله ما شما را یاد ماست در اونون جایی به حساب انگلیسی انترابت که میگن، یعنی که قصد کردم که میخواستین یک مثال از امیر شیرعلی خان و امیر عبدالرحمن خان بگوین در تاریخ کشور ما و یکرین مثال ظریفانه بیارین از اون یک کانسپت عمومی و عام بیارین در کشور ما و یک مثال تاریخی جانانه از اون زمان ما میخوایم شما تشریح بکنین تا به اینمی زمان که اینمی پول چی نقده سرنوشت و مقدرات سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی و حتی اعتقادی کشور ما داشت. اما مثال امیر شیرعلی خان و امیر عبدالرحمن خان هم اینمی گرده بگوین جایش از من فکر میکنم. شما گاهی در فروشگاه رفتید یک قوطی ماس بگیرید ولی میدید که صد نوار رقم ماس هست ایران میمانید کدامش رو بگیرید. بله من اینو میاد شما در این بحثا که میدید. بله یکی یک جریان است که اگر بگیم این 20-30 مبحث جدا جدا است ما از کدامش دارم در ایران ماندیم از اون جهت بیاین پس به اون قضیه که آمده ایم از اول و قطع شد از اونجا میرین. بله بسیار خوب. بله این قرن ببینین امیر شیرعلی خان و امیر عبدالرحمن خان مردم های قرن 19 هستن میرن. بله جا جالب ایست که در این زمان باز سید جمال الدین اوغان هم حضور داره. آها پیروای از او هم هست دیگه اینجا ببینین که من از کجا برم بین پس میم به می دوتا کسر نشته ما همین مثال تاریخی بسیار جانان هست. بله ای امیر شیرعلی خان و امیر عبدالرحمن خان سره که دوا دارن. بله وکی مایشان میکنن کی از یا از زمین نتیجه دوا از یا کی میخواه میوه از زمین باغ بچینن. بله و ای خود دیگه مشخص ولندار است که انگریز زده است. بله رایش هم لندن دیگه قدور نیست رایش کوتاست در دلی شیشتن در سمله میاد اگران وقت بسیار نزدیک این در پشاور شیشتن. بله اینال اینا کی هستن؟ اما در پیشتر شما اشاره کردین که یا در قرن آخرهای قرن 18 و در اوائل قرن 19 نقشه سیاسی دنیا را از دنیا کشورها ساخت نقشه سیاسی افریقا را تغییر دادن، نقشه سیاسی امریکای جنوبی را تغییر دادن، نقشه سیاسی آسیا را تغییر دادن. شما در جغرافیا که بولین نقشه ها را که بولین از برای خدا در قرن 18 در اوائل قرن 18 مثلا 1730 و اینا نقشه دنیا بیخی یک چیز دیگه است. ایچ اینمی خطا و همی ملت های زور نکده. بله بله ایچ ملت با می نامایی که امروز در جهان میبینین در اون وقت بسیار یکان تاش که تا امروز مانده مثلا هند مانده. بله پاکستان از کجا شد، ایران از کجا شد، افغانستان از کجا شد، جموع کشمیر از کجا شد که حال یک خود درادیت میخوایم. بله بنگلادش از کجا شد یا خو یک سرزمین است. بله تا مدیترانه رفته این کشورا که جدا شدی نقشه خود مردم منطقه نیست، این نقشه استعمار است. استعمار ما را نقشه جدا نکده، استعمار کمپانیاش است. کمپانیاست که در هر جا یک قلمرو بزرگ داره در آسیا، در افریقا زیر نظام از اوست، یا او انگلیس است یا جرمن است یا ایتالوی است یا اون است یا فرانسوی است و یا که نقشه را جور کردن یا خواهر شد کشور مربوط به یکی از امیان بشه. اینا جنگ یا برا مندازن از امیر دوست محمد امیر شیرعلی و امیر عبدالرحمن اینا توقع دارن مردم هم خب میره به حساب او سردار یکی دوست داره او سردار دیگه دوست داره یک سمت دوست داره او دیگه سمت این تو غرضهای داخلی هست البته هست صد فیصد هست ولی از یکی میوه برمیداره خرچش اکی میداره خلاصه. بله بله برنج هست روغن هست که پختش میکنه از بازار که میرش این حال شما میبینین در اونمو جنگ تو اتفاق میفته بسیار ساده است بعد از امیر افضل خان و آزم خان دیگه دعوا میمونه بین امیر شیرعلی و امیر عبدالرحمن یا اولادای دیگه. بله از اون سلسله از امیر دوست ما
امیر عبدالرحمن خان از لحاظ نظامی و از لحاظ موقعیت و از لحاظ همون چی که داره به حساب جرد همون یک نوع یک کرکتر است دیگه، مثل اسمات مسلم بود یک کرکتر است. من نمی صد فیصد مثال دادا نمیتونه، ولی همون یک کرکتر است دیگه. بسیار آدم زاید و متقی و آدم راست هم نیست، آدم ولی بسیار مدبر آدم است. و امیر شیرعلی هم خود شما در تاریخ میخونین آدم بسیار خوب است، بسیار کارهای خوب کرده برای افغانستان، به صنعت افغانستان، به معارف افغانستان. ولی اینمی دو تا جنگ داره و از اینکه نتیجه میگیره اگر به مردم بانن، مردم خود الله بله اگر جمع کنن برای زیاد خیاب، یا مزدور دارن یا پیرو دارن یا پیسه میترن، یک مقدار پیسه او خرچ میکنه، یک مقدار مثل کمیاله میخواین در پارلمان برین به پیسه رفتن نمیتونین. بله بله بله. خب امو وقتون بخواین که امیر و یک منطقه شوین، تو ثروت باید داشته باشین، دستگاه داشته باشین و قلا داشته باشین و نفر داشته باشین، اسب و قنجقه داشته باشین، بعد از اون میتونین چه. ولی اینا امی وقت در دماوند جنگ خرج کردن، خزانه خودشون رفته و یک کسی ها را پیسه میتن از این دیلی برای شیرعلی روان میکنن. نتیجه این میشه که امیر عبدالرحمن خان فرار میکنه، میره در ایران، در ایران که تذیروه بد میشه، از ایران بسیار خاطر بد میگیره، میره در بخارا و این وقت در دلش هست. شخصیت ها رول داره قبول. چرا حفیظ الامی رول داشت؟ چرا ببرک کارمل رول داشت؟ چرا دکتر نجیب رول داشت؟ چرا مثلا نادرشاه رول داشت؟ چرا امیر امان الله رول داشت؟ چرا هر کدام از اینا رول داشتن؟ برای از یک شخصیت ها هم حساب میشد از این با خصوص کشورهای عقب مانده و سنت. ولی شما با عمر خود، با می دوستایی که آل مشنون، با می عمر خود از اینا ما میخوایم تماس بگیرم، ما با خود تماس میگیرم، با شما تماس میگیرم. مثلا ما شخصا وقتی که ما از صاحب منصب شدم، در مسلک خودم بهتر بودم، در اخلاق و کردار خودم، در نظر خود بهتر بودم، تواره امام از دیگاه مثلا بهتر می آمد. خودم بودم دیگه دای نخو، من خودم می دیدم و می خواستم که در موقعیتی که در اردو دارم به حساب لیاقت خود اکتی بودم. بله بله. یک عامر من لیاقت ما ببینه، اگر می تانم مرا در جای بانه، هیچ کس را می توجه نداشت، کل با می توجه داشت که مثلا با معامر من چقدر خدمت کردم. با معامر شخصا فردن دل از اون چقدر دست دارم. اگر من مثلا یک ضابط بسیار خود رتبه بودم، باید دل 5-6-7-8-9 نفر خوش میکردم که من در رتبه خود در جای میمونم. در هر جای برین همه تو رست و کل میدینین که همو آزادی و همو نیت و همو ارزش هایی که سابق در قرن در تای 30 قرن پیش از قرن 19 بین انسان ها بود، همو اونجا هم از بین در آهسته آهسته در این کشورهای بدبخت و پسمانده ما که او وقت بیخی در او اخلاق نبودیم. ما تا در قرن 20 اخلاق ما همو اخلاق بسیار قدیمی، ارزش های ما بسیار چیزای مشخص و تعریف شده قبلی بود که ما به یک یکش نمیریم. کرکتر شخصی، ناموستاری، آن اینقدر ارزش ها داشتیم، اهمیال هر آدم همه ارزش های بسیار عالی داره و در مقابلش یک ارزش قوی تر دیگه است که پول است و آدم میبینه که اونمو ارزش ها را باید زیر پای بمانی تا به این ارزش بالاتر برسی. ای از قبل 19 در جامعه اروپایی افتی، ما یک شباهت میبینم قربان. بله. ما ای تو شباهت میبینم که جامعه اروپایی اگر توجه کنین از قرن 14 و بعد رو به آگاهی ماندن آهسته آهسته، در قرن 19 که میرسن، در می کتاب خود کلرک امین نویسنده کتاب براتون میگه که این انقلاب صنعتی و بتنایی را این انکشاف با وجود نآورد، این ملت انگلیس بود که در اثر رفاه ببینین رفاه با یک درجه رفاه اجتماعی واره با یک درجه رسانده بود که دارای انضباط اخلاق و کرکتر
یک فردی بودن که میشد سرشان حساب کنی، میشد سرشان یک کار برشان بسپاری و او کار به درستی انجام بدن. ما وقتی که می شخصت های انگلیسی را میخوانیم که در تاریخ افغانستان که نقش بازی کردن، هر کدامشان را که میبینیم، اگر لارنس هست، اگر ای، اگر فردریک هست، اگر جورج هست، اگر جان هست، اگر هر کسی دیگه که هست، وقتی که او را بیوگرافی شخصی از اونا را بخوانی، با گفتگوی مردم در مورد از او توجه کنی، او را میبینی که به ایتو ارزش های خوب زندگی رسیده بودن که یک یک عمل میکردن، به تنهایی عمل میکردن. او میگه که همی اخلاق سبب رشد داشت و همی اخلاق سبب پسمانی و بدبختی مردم شد، برای زی که توجه و نیتشان از ارزش ها پایان آمد و توجه و نیتشان به طرف ثروت و داشتن و داشتن و داشتن بسید. امروز جز داشتن من هیچ ارزش دیگه رو برای مردم جهان نمیبینم که سر زوی تو کار بکنم. یک وقت راجع به ایمان مجاهدین گپ میزدن و من ایران بودم که همون ایمان در کجاست، در کجا از همون ایمان هستن اینا؟ و کسایی که در اون ایمان بودن کلشون جانای خود از دست دادن، کلشون سرای خود از دست دادن و نتیجهش به اینمی چهار تا لاشخوره رسید که این 30 سال از قدرت از کشور ما به دست دارن. بفرمایید. بسیار خوب جناب ترکمنی، در این نوشته شما چند گپ جالب از ورای صحبت شما و نوشته شما که من اونجا دیدم، یکی که در این نوشته توضیح میشه بیننده های عزیز که تغییر در میزان ثروت ناشی از تبدیل کار دستی به کار ماشینی، یا به عبارت همون جمله که خود ترکمنی صاحب گفته، سپردن کار به ماشین است. بله. نتیجه ازی یعنی بیشتر تولید ماشینی میشه که در نتیجه ازی همون کم شدن تعداد کارگرها، بالا رفتن و در نتیجه میزان ماست با وجود میاد و بزرگترین مشخصه از این دوران ایجاد سود اضافی برای سرمایه یا ارزش اضافی، ما میگیم باز لحاظ اقتصادی، و انباشت سرمایه یا انبار شدن سرمایه یا تراکم سرمایه که این خودش تولید اضافی را با وجود میاره و سرمایه روز به روز رشد کرده میره و تولید اضافی کالاست که جهان سرمایه را و تولید پول یا سرپلاس که میگن به حساب انگلیسی، و اینی است که یا به عبارت دیگه تا ما میتونیم با یک بخشای دیگه به نام تراکم پولی یا چیز امو چی میگن کلمه انفلاسیون دفلاسیون دیگه، ما فارسیش اینی انفلاسیون است یا دفلاسیون است که آیست آیست جهان بشریت خصوصا تراکم پول میکشانه به تسخیر بازارهای بسیار بزرگ در دنیا، و اینینج است سررشته و منشای جنگ های بزرگ، کشتار های خونین، تسلط دنیا، تغییر جغرافیای اقتصادی، جیوپولیتیک، اکانوپولیتیک و جغرافیای دنیا که پیشتر ترکمنی صاحب هم او را توضیح کردن و پیشتر هم ما گفتیم که این اینجاست که باز جهان سرمایه یک قشر بسیار محدود از افراد و اشخاص و گروه ها دنیا را سرنوشت تاریخیش با عهده میگیره، و این اینجاست که ما در تاریخ میبینیم که چرا جنگ اول بین سال 1914 تا 1918 و جنگ دوم از سال 1939 اگر اشتباه نکنم تا سال 1946 به وقوع پیوست. و اینجا بسیار جانانه ترکمنی صاحب توضیح کردن که بانک ها چگونه اینمی طرف های متنازع یا طرف های جنگ تشویق میکنن و توازن جنگ قسم پیش میبرن که یک طرف اگر یک ذره بالا آمد باز دیگر طرف تقویه میکنه از لحاظ اقتصادی دیگر، و بسیار جانانه بسیار پروفشنال جناب ترکمنی آستاستا میایه باز در امیر پیوان میزنه با یک حادثه بسیار جالب تاریخی کشور ما که امیر ما میفهمیم بگویم برای بیننده های عزیز. امروز دیگه ما با اجازه تا ما خودم هم که تا بعضا شرکت برمبنای گپای خود شما این مثل همون چیز چی میگن فلسفه یونان واره که گپ ای سمت گرفت پس انداخت بنام فلسفه یونان یا بله بله مذاهب مذهب اسلام که آمد کلی خود دانش از هر که بهش میرسه بنام ما بنام الله واید انداخت برسید.
اینجاست یک مثال بسیار جانانه میتا آقای ترکمنی در مورد امیر شیرعلی خان و امیر عبدالرحمن خان در سالهای 1860 که بین امیر شیرعلی خان و امیر عبدالرحمن خان در نزدیکی های میدان وردک جنگ میشه و سوال و مشکل پادشاهی است. این میخواهی که پادشاه شد قدرت است و این میخواهی جدل کشمکش تا سرحد اوج میگیره که هر دو طرف از لحاظ اقتصادی تهنشین میشن، یعنی که در بودیجهشان چیزی نمیمونه، وقتی که در بودیجهشان چیزی نمیمونه آهسته آهسته سربازان دیگه فرار میکنن. وقتی که سربازا فرار میکنه اینجاست که وقتی که اینو تر یک حالت میایه و توپ و تفنگ هم از کار میفته و سپاهیان هم سپاهی های مزدور است که معاش کار داره یا هم از آستاستا انگیزه نمیداشته باشن بجز از معاش و از میدان جنگ فرار میکنن. اینجاست که وایسرای هند شملا ناظر امی اوادس و امی جیریانات بین خانها و امیرهای افغان یا پتان به اصطلاح می باشه. اینجاست که 80,000 کلدار از انگلیس میگیره و به اردوگاه شیرعلی خان میده و شیرعلی خان امیر شیرعلی خان در جنگ پیروز میشه. دیگه امیر شیرعلی خان وقتی که در جنگ پیروز میشه جنگ از یوم عدالت خانه میشه، به حساب انگلیسی میگه obvious امیر قدرت از یوم مسلم میشه. بیشتر که باز جناب ترکمنی میگه که عبدالرحمن خان فرار میکنه به ایران، اونجا باز ایرانی ها جواب رد میشنوه و کمک نمیگیره. اونجا که باز ضد اهل تشیع اقدام میگیره، ببینید ریشه ها را که چگونه که باز پسان هزارکشی و شیعه‌کشی را در افغانستان با قدرت تمام سازماندهی میکنه. یعنی ما میبینیم که پول سرنوشت میسازه. اینال بیندای از اینمی مثال بسیار ساده جناب ترکمنی شما شروع کنین. اینمی تاریخ است، قدم به قدم، لحظه به لحظه، ساد به ساد، ما به ما، سال به سال، ده به ده تا قرن ادامه بکنیم. بعد از عبدالرحمن خان که می شما ببینین که چگونه انگلیس کمکش میکنه، پول میده، میایه و همون کسایی که به نفعش کار کرده اولین کسایی رو گردن میزنه امو هست. مشروطه خواه را میکشه، آزادی خواه را میکشه، کسایی که برای دموکراسی مبارزه میکنن، کسایی که برای حکومت مشروطه، کسایی که برای معارف گردن میزنه. بعد از امیر حبیب الله خان ببینین، امان الله خان ببینین، قصه بسیار جالب است. آقای آرن فرما مصاحبه داشتم که با اطلاعی عامیانه جلو پوستک نوزت امانی را از او کشید و گفت که چگونه انگلیسی را کمک میکنه. از اونمو زمان بودیجه افغانستان مکمل بودیجه انگلیسی است که انگلیس برای افغانستان و از اونمو زمان هر کسی که برای هر طرف نزاع در افغانستان کمک میکنه به خصوص انگلیس و یا روسیه تظاهر اونمو سر قدرت میه. بین مقدرات تاریخی حزب دموکراتیک خلق افغانستان ببینید، تا اونمو زمان او حزب با قدرتش میجنگید، قهرمانانه میجنگید، با شهامت میجنگید، که روس حمایتش میکرد. وقتی که روس قطع کرد حمایت خدا، هم حمایت معنوی هم مادی، دیگه تانک از کار افتاد، توپ از کار افتاد، اعضای بیروی سیاسی و کمیته مرکزی حزب بیرویه شدن، فرار کردن، رفتن یا به بزنس های شخصی پرداختن. تا صفوف اردو متلاشی شد و آمد اونمو گروهی قدرت گرفت که قدرت کمک مالی بیشتر داشت و جریان اینمو تو که مطالعه بکنین تا حالا. بنان ما میبینیم که امروز خلاصه اگر بگویم از تمام نوشته جناب ترکمنی و مسئله که راجع به پول گپ زدیم، همین نتیجه را میگیریم که یکی از مشخصات بسیار بزرگ نظام کنونی دنیا عبارت از پول است. و وقتی که ما بانک میگیم، بانک کدام معنای دیگه نداره، به انگلیسی بانک میگن، بانک آف امریکا، بانک آف مثلا سی آی بی سی بانک یا بانک آف مونترال یا این چیزا. این بانک اگه شما برین ببینین معنا بانک یعنی یک کتله را میگن، نه تو یک چیزی که تراکم کرده باشه. اجازه میدید بفرمایید. یک کسی هست به نام ماکسول جوردن ماکسول، بله، او بسیار خوب معنا میکنه بانک. بله، بانک غیر از بانک دیگه چی معنا داره؟ نه داره. بله، یکی یه تخت که از چوب میسازید برای اشتوکا که دو تا طبقه داره، اون هم بانک بگن. بهترین معنا، کدام مهمترین معنای بانک؟ لبه دو دریاست، دکه دریا. دو طرف دریا را بانک میگن و در مابین دریا چی میره؟ هاو میره. بله، این دو طرف که بانک است از درون ازی هاو میره، کرنسی میره، کرنسی.
بله. کارن جریان سیام هاو. بله. 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 جریان هاو اینمی در دو طرفش دو تا دکره میمونن، نامش بانک بسازن، پیسه ما و تو، پیسه معاملات مردم، پیسه روزمره بازار، کلش از درون همون بانک میره تیر بشن. از سر از اون دیگه اونجا دفر ششتا گرم پاس جمع کنه رئیس آل اون هم ماشین های اوتومات. اینی معنی بانک از کنه. بله اینی معنی بله با مفهوم اقتصادی و از چیزش که تراکم پول است دیگه، همه پول جمع بشه در یک جای. از بانکدارا که بپرسین که از دل بگه اینمی همی تعریف هم نگه که بانک یعنی داده پاس جوی بله. بله اینمی است و اینمی وقتی که در برنامه پیشتر گفت جناب ترکمنی که این بانک هاست اونر ها یا صاحبایش که دنیا رو رهبری میکنن، جنگ ها رو سازماندهی میکنن و خشونت یا صلح میاره یا سرنوشت در مجموع سرنوشت بشریت تعیین میکنن، اینمی پول و بانک است. بله. جناب ترکمنی من نمیفهم حرفای دیگه اگه دارن یا نه، ما تا جایی که میتونیم ساعت 56 دقیقه ما گذشته. اگر بله چهار نقطه هر قدر که گپ میزنید حرفای دیگه تا ما میرم میخواستم بگویم بفرمایید بگویید که باز بعد از او که امی دوستام یک سلام علیکی کنیم، چون من پروگرام لایف ما از گدوات شده یک تعداد دوستا شاید کم باشن که آمدن و یا شاید یک تعداد برشان بسیار جالب نباشه این بحث های اقتصادی، اما این حقیقت های تاریخی کشور ما. بفرمایید جناب ترکمنی. گپی که ما اضافه میکنیم ایست که وقتی که شما در تشکیلات قانونی دولت های کپیتالیستی بریم، دولت ها را در می چی اشاره کردیم، یک پاراگراف به می هست مگر به این شکل نگفتیم، در اونجا مفهوم شد اشاره کردیم که وظیفه دولت هایی بوده که مثلا وقتی که کمپانی ها ثروتمند ها یک جریان اقتصادی را راه میندازن، او به مواد خام ضرورت داره، به کارگر ضرورت داره، به متخصص ضرورت داره، به چی چیزا ضرورت داره، به حمایه اقتصادی ضرورت داره. اینمی کلش وظایف دولت میشه. ببینین کمپانی از شخصی است، مگر او چون یک گوشه از اقتصاد کشور را بسازه، حمایت از او وظیفه دولت است. از اون خاطر میبینیم که دولت امریکا کشورهای کپیتالیستی انرژی ضرورت دارن، اردوی امریکا اردوی کشورهای امپریالیستی سه قرن است که اردویش در جای میره مواد خام زمین ها هر چیز هم میگیره که اون نام کشورها را از خاطر همین تغییر دادن. بازار کار داره اینا. بله. میبینین بازار را به زور لشکر جور میکنن. این نیمی کلش وظایف دولت هاست. ما امروزه بله. وقتی که ما میگیم از قرن 19 18 را بمانیم که اصلی که پاس او جدا بس میشن 19 و 20 بله. این دو قرن بلکل سرزی ها کار شدن. امروز تمام جهان بروی اهداف پولی میگردن بله. اگر انرژی میگیم، اگر استراتژی میگیم، کلش بر اساس مراد اینمی دارندگان ثروت کلی جهان است و ما دیگه اینجا با پشت او مسائل نگردیم که میگه ما فلانی منطقه کت فلانی منطقه در جنگ داره، فلانی مذهب کت فلانی مذهب جنگ داره، فلانی کشور کت فلانی کشور جنگ داره، فلانی قوم کت فلانی قوم جنگ داره. اینا کلش مضاعف های اینمی جریان است که بخاطر ایجاد پول ایجاد شده و این پول در کجا مصرف میشه. ما تا در مقاله خود به می هم اشاره کردیم که یک راستیش شما که وقتی که گپتون به تریلیون دلار میرسه ایره چی میکنه؟ شما که وقتی که ببینین که در کل قرن 20 در این بانک ها زدن جنگ ها کردن، در جهان تیت و بار کردن، نصف کره زمین به اعتیاد دوا و تریاک و هیروین و هزار مرض دیگر کشاندن، کلش اعتیاد است، واکسین اعتیاد است، دوا به خدا اعتیاد است، مسکن اعتیاد است، کلش اعتیاد است، کلش چیزایی است که بر اساس اهداف مالی ساخته شده. امروز ما چرا آب طبیعی را نمیخوریم، آب بوتلی را میخوریم؟ امروز چرا ما در هر گلن گاز که میخوریم کثافت هوا را تکسش میدیم؟ یا را کلش از زندگی طبیعی ما بیرون است، کلش با مراد چرخش اینمی ماشین است.
ما لاغ کفن خود پاره میکنیم. این گفتگاه را اگر شما ادامه بتیم، به نظر ما دو کار مهم میکنیم. یکی اونمون سرش انسان ادامه بتیم که یک انسان چطور از امی امراض خود نجات داد میتونه، حتی شناخت سرش خود. در این مقالات ما اشاره داریم، این نوشتام اشاره کردیم داخل، که اگر انسان سرشتش تغییر نمیکنه، این چیزا هم تغییر نمیکنه. اگر یک جامعه سرشت اجتماعیش تغییر نمیکنه، اخلاق مردمش تغییر نمیکنه، این هم تغییر نمیکنه، مصائب هم تغییر نمیکنه. ما دو چیز باید بشناسیم، یکی سیاست و رنگ سیاست جهان و مردم خدا و دنیا را بشناسیم، دیگر سیاست خدا بشناسیم، سرشت خدا بشناسیم. ما دمی در خدمت میکنیم. بسیار خوب، این را ادامه خواد دادیم جناب ترکمنی. فقط میخواهیم که این برنامه را باز هم با خواندن یک پاراگراف شما از امین نوشته که در ابتدا خواندم باز بخوانیم، باز ختم به اجازه تان. با زبان ساده اما در چیزی که شما نوشته کردین در متنتان، خب پول کارساز است که مپرس، پول حاکم جهان است، هر گره را میگشاید، هر درد را درمان میکند، هر کمبود را جبران میکند و هر ناممکن را ممکن میسازد. پول عشق است، پول معشوق است، پول مراد است، پول مردی، پول شجاعت، پول غیرت است، پول دینداری و کرامت است، پول عقل و فراست است، پول دانش و حکمت است، پول صفت و شرافت است، پول جمال و شباب و طاقت است و بالاخره پول امروزه میزان آدمیت است. پول پول پول. بیننده های عزیز، این بود برنامه ما امروز. حتما این صحبت ها را با جناب ترکمنی ادامه میدیم. یک کم ما باید ترکمنی صاحب شور بدیم که گفا براید غیر از او. اما تو پیر شده بوده. نه پیر خونه فراموش میشه. فردا باز جناب با جناب رهیش نثار در مورد اسکندر و شاهنامه برنامه داریم. ببینین جالب بحث است، صحبت های جالب است. و همچنان بر دوستا بگویم یک مسئله دیگر که فیسبوک نخستین ما بنابر هر دلیلی که بوده بسته شده، با وجودی که من آدم فحشگوی نیستم و بنابر پالیسی حاکمان هم چیزی نگفتیم. نمیفهم که چرا بسته شده، فکر کنم کار یک گروه باشه که راپور داده باشن. به هر حال امیدوارم که دوباره باز شود. پرابلم تکنیکی ما همی بودم که به یک شکل حلش کردیم. دوستایی که دعوت میفرستن برای ما با فیسبوک دومی و سومی بفرستن و اونجا باز کردیم و فیسبوک که در اونجا از او برنامه های ما لطفا دوستا پیشنهاد، انتقاد، نظریه هرچی که دارین برای ما بگوین و ما بسیار علاقه مند هستم که هر شخص در هر سطح که هست به همین نظریات خود بیان کنه. سیاست ما، پالیسی ما در این برگه روشن است، فقط فحش نباشه، دشنام نباشه، حرفای بازاری نباشه و با شخصیت، قوم، نژاد، ملت، دین مردم تعرض نشد. دیگه این صحبت های عمومی، تئوریک و سیاسی آزادانه هر کس در هر سطح که بیان میکنن بفرمایید. دوستای عزیز تشکر. مستور جان دهخان یک دنیا سپاس از شما. شمس سینا یک دنیا سپاس از شما. حسنی صدیقی درود به شما. آقای تماس سلام برای شما میرسانیم. و جناب شمس یک تفسیری بسیار جالب گفته بودن، نوشته کردن اینجا. من کوشش میکنم کور پیدا کنم، از پیشم گم شد. بازم من کوشش میکنم که ببینم که اگر پیداش کنم. اما تفسیری جناب استاد شمس هم میخوانم، نه والا نیافتمش با تاسف. خب دیگه گدوات شده این کامپیوتر ما بنابرای دلیلی که من گفتم. به هر حال اینی بود صحبت ما. از توجه همه سپاسگزار هستیم. بخش یوتیوبی را به زودترین فرصت شما در صفحه ما خواد دیدین. آرزومند هستم که در پندارها و گفتارها در یوتیوب ما هم سابسکرایب کنین و اونجا هم برنامه های ما همیشه است. و از امی فرصت میخوایم استفاده کنم از کار خستگی ناپذیر جناب ترکمنی صاحب که حتی مصاحبه های ما را با دکتر صاحب شرق و خالد صدیق چرخی پیدا کردن انداختن.
من سپاسگزار هستم، کار بسیار بزرگ است و بسیار جنجالی. کوشش میکنیم بخشایی که به اصطلاح انگلیسی missing است و وجود نداره او را هم پیدا بکنیم، مشترکاً ما و ترکمنی سر بندازیم. و صحبت های بسیار جالب من در کابل تی وی داشتم با ترکمنی صاحب، یاد اشکری صاحب بخیر، امیدوار هستم که جور باشن، بسیار وقت میشه که احوالشان نداریم و متصدی بودن. بنان او را هم پیدا میکنیم مندازیم امی صفحه پندارها و گفتارها کش میکنیم که یک ذخیره باشه برای مراجعه یک دوستا با برخی از فهمیدن برخی از عقاید. ترکمنی صاحب از شما یک دنیا سپاسگزار هستم، امیدوار هستم که همیشه شاد و جور باشین. ممنون. روز خوش و شب خوش برای هموطنان و بیننده های. از طرف ما همچنین روزگار خوش. سپاسگزارم.